فصل هشتم، ذهن کوانتومی. واقعیت را می توان به یک هدف متحرک تشبیه کرد. ما عادت داریم که واقعیت را مقوله‌ای ثابت و قطعی در نظر بگیریم. اما همانطور که در این فصل خواهید دید، چیزهایی که تاکنون در مورد واقعیت به ما گفتند به هیچ وجه صحیح نیستند. اگر می‌خواهید با ذهنتان بر ماده تأثیر بگذارید و دارونمای خودتان باشید، ضروری است که ماهیت حقیقی واقعیت، چگونگی ارتباط ذهن و ماده و نحوه تغییر واقعیت را درک کنید. چون اگر ندانید که این تغییرات چرا و چگونه ایجاد می‌شود، آنگاه نخواهید توانست نتایج را بر اساس قصد و نیت خودتان رقم بزنید. وقتی فیزیکدانان کوانتومی به ابعاد کوچکتر از اتم نگاه کردند و خواستند بدانند که هسته اتم از چه چیزی تشکیل شده، هر قدر دقیق‌تر نگاه کردند، اتم مبهم‌تر و ناواضح‌تر شد تا اینکه بالاخره به طور کامل ناپدید شد. فیزیکدانان میگویند 99.99% اتم از فضای خالی تشکیل شده، اما شاید این فضا واقعا خالی نباشد. در واقع این فضا پر از انرژی است. دقیق تر بگویم، این فضا از آرایه وسیع از فرکانس‌های انرژیایی تشکیل شده که نوعی میدان نامرئی و به هم پیوسته اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند. پس اگر بگوییم 99.99% هر اتم از انرژی یا اطلاعات تشکیل شده، معنای این گفته اینه که دنیای شناخته شده ما و تمام چیزهایی که در آن قرار دارند، فارغ از اینکه چقدر سفت و سخت به نظر می آیند، در اصل انرژی و اطلاعات است. این یک واقعیت علمی است. اتم مقدار ناچیزی ماده دارد، اما وقتی فیزیکدانان کوانتومی تلاش کردند که آن را بررسی کنند، به مسئله بسیار عجیبی برخوردند. ماده زیر اتمی در میدان کوانتومی به هیچ وجه شبیه آن ماده رفتار نمی کند که ما در دنیای خودمان با آن سر و کار داریم. این ماده تابع قوانین فیزیک نیوتن نیست. رفتارش تا حدودی آشفته و غیر قابل پیش بینی به نظر می رسد و انگار هیچ توجهی به مرزهای زمان و مکان نمی کند. در واقع ماده در سطح زیر اتمی نوعی پدیده لحظه است. یک لحظه اینجاست و سپس ناپدید می شود. ماده در این قلمرو تنها به صورت یک گرایش، احتمال یا امکان وجود دارد. در عالم کوانتومی هیچ چیز فیزیکی مطلقی وجود ندارد. البته این تنها چیز عجیبی نبود که دانشمندان در رابطه با دنیای کوانتوم کشف کردند. آنها همچنین پی بردند که وقتی ذرات ماده زیر اتمی را مشاهده می‌کنند، می‌توانند بر رفتار آنها اثر گذاشته و آن را تغییر دهند. دلیل اینکه ذرات لحظه‌ای هستند و لحظه‌ای نیستند این است که در واقع تمامی این ذرات به صورت همزمان در آرایه بی انتهای از امکانها یا احتمالات در درون میدان انرژی بی نهایت و نامرئی کوانتومی وجود دارند. الکترون تنها زمانی در مکانی ظاهر می شود که یک ناظر توجه خود را به مکان آن الکترون معطوف کرده باشد. اگر ناظر نگاهش را برگرداند، ماده زیر اتمی ناپدید شده و دوباره به انرژی تبدیل می شود. پس اثر ناظر می گوید ماده فیزیکی نمی تواند وجود داشته باشد و ظاهر شود، مگر اینکه ما آن را مشاهده کنیم و توجه و تمرکزمان را به آن معطوف کنیم. اگر با آن توجه نکنیم، ناپدید می شود و به همان جایی برمی گردد که از آن آمده بود. بنابراین ماده دائما در حال دگرگونی است و در بین ظاهر شدن در قالب ماده و ناپدید شدن در قالب انرژی نوسان می کند. تمام چیزهایی که ما می توانیم در عالم کبیر ببینیم و تجربه کنیم از ماده زیر اتمی ساخته شدن. پس از یک نظر می توان گفت که ما نیز به همراه تمام چیزهایی که در دنیای ما وجود دارند، همواره این عمل ناپدید شدن و ظاهر شدن را انجام می دهیم. پس اگر بگوییم ذرات زیر اتمی همزمان در بی نهایت مکان ممکن وجود دارند، آنگاه به نوعی ما نیز همینطور هستیم. این ذرات همزمان در همه جا وجود دارند. با
به عنوان موج یا انرژی، اما وقتی ناظر به آنها توجه می کند دقیقا در مکان توجه وی به وجود می آیند. پس ما نیز به صورت بالقوه می توانیم بی نهایت واقعیت ممکن را در قالب وجود فیزیکی فرو بریزیم. به عبارت دیگر، اگر بتوانید رویداد مورد نظرتان را که می خواهید آن را در زندگیتان تجربه کنید تجسم نمایید، آنگاه آن واقعیت از قبل به صورت امکان در جایی از میدان کوانتومی در ورای این مکان و زمان وجود دارد و منتظر است تا شما آن را مشاهده کنید. اگر ذهن شما به واسطه افکار و احساساتتان می تواند بر زمان و مکان ظهور یک الکترون تأثیر بگذارد، پس از نظر تئوریک شما قادرید بر ظهور هر تعداد امکانی که بتوانید تصور کنید تأثیر بگذارید. از منظر کوانتومی، اگر شما خودتان را در آینده جدید و متفاوت از گذشته مشاهده کنید، انتظار وقوع آن واقعیت را داشته باشید و سپس نتیجه را از نظر عاطفی بپذیرید، آنگاه برای یک لحظه در آن واقعیت آینده زندگی کرده و بدنتان را طوری شرطی می کنید که باور کند که همکنون در آن آینده قرار دارد. پس مدل کوانتومی به ما اجازه می دهد که آینده جدیدی را انتخاب کرده و با نظارتمان آن را وارد واقعیت کنیم و چون تمام کائنات از اتم تشکیل شده و بیش از 99% اتم انرژی یا امکان است، پس می توان گفت تعداد زیادی بالقوگی آن بیرون هست که شاید من و شما به آنها پی نبرده باشیم. البته این بدین معناست که شما به صورت پیش‌فرض نیز دست به آفرینش می‌زنید. اگر شما به عنوان ناظر کوانتومی هر روز به زندگیتان با ذهنیت یکسانی نگاه کنید، آنگاه بر اساس مدل کوانتومی واقعیت شما دارید هر روز امکانهای بی نهایت را در قالب همان الگوهای اطلاعاتی پیشین فرو می‌ریزید. این الگوها که زندگی شما هستند هرگز تغییر نمی کنند و در نتیجه هرگز به شما اجازه نمی دهند که تغییر ایجاد کنید. مقوله فراخوانی ذهنی که قبلا در مورد آن حرف زدم به هیچ عنوان نوعی رویا پردازی بیهوده یا تفکر آرزومندانه نیست، بلکه به معنای واقعی کلمه راهیست برای تجلی بخشیدن به واقعیت مورد نظر شما. اگر شما بیشتر روی آنچه می‌خواهید و کمتر روی آنچه نمی‌خواهید تمرکز کنید، آنگاه هم آنچه می‌خواهید را خلق می‌کنید و هم در عین حال آنچه که نمی‌خواهید را از صحنه روزگار محو می‌کنید، چون دیگر توجهتان به آن معطوف نمی‌شود. توجه شما هر کجا باشد، انرژیتان هم همانجاست. اگر شما توجه یا هوشیاری یا ذهن خودتان را به امکانی معطوف کنید، در واقع انرژیتان را به آن معطوف کردید. در نتیجه با توجه و نظارتتان بر ماده اثر می‌گذارید. اثر دار و نما توهم نیست، بلکه یک واقعیت کوانتومی است. به این موضوع دقت کنید. هر قدر سرعت چرخش پره‌های پنکه پایین‌تر باشد، باد یا انرژی کمتری تولید می کند و آسانتر می توان پره ها را به عنوان اشیایی مادی در واقعیت فیزیکی مشاهده کرد. از سوی دیگر، هرچه سرعت چرخش پره ها بیشتر باشد، انرژی بیشتری تولید می شود و کمتر می توانید پره ها را مشاهده کنید. پره ها غیر مادی به نظر می رسند. اینکه پره های پنکه به صورت بالقوه در کجا ظاهر می شوند، به نظارت شما بستگی دارد، به اینکه در کجا و چگونه دنبال آنها بگردید. اتم ها نیز همینطوری هستند. وقتی انرژی آهسته تر ارتعاش می کند، ذرات مدت زمان بیشتری در واقعیت فیزیکی ظاهر می شوند و در نتیجه مانند ماده سخت به نظر می رسند. پس ممکن است به نظر برسد که جهان فیزیکی تنها از ماده تشکیل شده، اما حقیقت چیز دیگری است. این جهان از میدان اطلاعاتی برخوردار است و این میدان چنان وحدتی بین ماده و انرژی برقرار می کند که نمی توان آنها را از هم دیگر جدا در نظر گرفت.
دلیل این مسئله اینه که تمام ذرات در قالب میدان نامرئی و غیر مادی از جنس اطلاعات در ورای مکان و زمان به هم متصل هستند و این میدان از آگاهی و انرژی تشکیل شده. اگر شما برای تغییر باور یا بینشی که در مورد خودتون یا زندگیتون دارید انرژیتون رو تغییر بدید، آنگاه در واقع دارید فرکانس اتم ها و مولکول های جسم فیزیکیتان را بالا میبرید و میدان انرژیتان را قوی تر میکنید. شما دارید سرعت پنکه های اتمی سازنده بدنتان را بالاتر میبرید. وقتی شما حالت عاطفی متعالی و آفریننده مانند رغبت، قدرت، شکرگزاری یا شکست ناپذیری را در خودتان ایجاد میکنید، این کارتان باعث میشود که اتم های شما درست مانند پره های پنکه سریعتر بچرخند و میدان انرژیایی قوی تری را در اطراف بدن شما ایجاد کنند. سپس این ماده بر میدان فیزیکی بدن شما تأثیر می‌گذارد. پس ذرات فیزیکی تشکیل دهنده بدن شما به انرژی متعالی تری پاسخ می‌دهند. شما بیشتر انرژی می‌شوید و کمتر ماده. شما بیشتر موج می‌شوید و کمتر ذره. شما دارید با استفاده از آگاهیتان انرژی بیشتری تولید می‌کنید. ماده را به فرکانس جدیدی می‌رسانید و کاری می‌کنید که بدنتان به ذهن جدیدی پاسخ دهد. در پشت دروازه کوانتوم. میدان کوانتوم یک میدان نامرئی از جنس اطلاعات است. این میدان فرکانسی است که در ورای مکان و زمان قرار دارد و تمام چیزهای مادی از آن به وجود می آیند و این میدان از آگاهی و انرژی تشکیل شده. بنابراین می توان گفت تمام چیزهای فیزیکی موجود در دنیا به صورت یک دست در درون این میدان قرار دارند و به آن متصل هستند. و از آنجا که تمام چیزهای مادی از اتم ساخته شدند و اتم‌ها در ورای مکان و زمان به هم وصل هستند، پس من و شما و همه چیزهایی که در دنیا هستند به واسطه میدانی از جنس هوش که هم شخصی و هم کیهانی است و هم در درون ما و هم در اطراف ماست به هم متصلیم و این میدان به همه چیز زندگی، اطلاعات، انرژی و آگاهی می‌بخشد. فرقی نمی کند چه اسمی روی آن می گذارید. این هوش کیهانی همین حالا هم دارد به شما زندگی می بخشد. صدها هزار نوت موجود در سمفونی هماهنگ فیزیولوژی بدن شما چیزهایی که بخشی از سیستم عصبی خودمختارتان هست را سازماندهی و هماهنگ می کند. این هوش قلب شما را بیش از 101 هزار بار در روز به تپش در می آورد تا در هر دقیقه حدود 8 لیتر خون را پمپاژ کند. خونی که در هر 24 ساعت مسافتی بالغ بر 60 هزار مایل معادل 96 هزار کیلومتر را طی می کند. وقتی از خواندن این جمله فارغ شدید، بدن شما 25 تریلیون سلول ساخته و هر یک از این 70 تریلیون سلولی که بدن شما را تشکیل داده در هر ثانیه بین 100 هزار تا 6 تریلیون را انجام تریلیون کار انجام می‌دهند. شما امروز 2 میلیون لیتر اکسیژن وارد ششهایتان می‌کنید و با هر دم این اکسیژن ظرف تنها چند ثانیه در بین تمام سلول‌های بدنتان توزیع می‌شود. آیا شما حواستان به تمام این کارها هست؟ یا اینکه وجودی که ذهنش از ذهن شما بزرگتر و ارادهش از اراده شما قوی تر است این کارها را برایتان انجام می دهد؟ این عشق است. در واقع این هوش به قدری عاشق شماست که با عشقش شما را وارد عالم زندگانی کرده. همین ذهن کیهانی است که به تمام ابعاد عالم مادی ما زندگی می بخشد. این هوش نامری در ورای مکان و زمان وجود دارد و تمام چیزهای مادی از آن نشأت می‌گیرند. اگر شما چشمانتان را ببندید و توجهتان را از بدنتان و تمام افراد، اشیا و رویدادهایی که در زمانها و مکانهای مختلف محیط بیرونی بر شما جلوه می‌کنند بردارید و لحظه زمان را نیز فرو گذارید، آنگاه شما در مقام ناظر کوانتومی دارید انرژیتان را از زندگی آشنایتان خارج می‌کنید و هوشیاریتان را وارد میدان ناشناخته امکانها می‌نمایید. گفتیم توجه شما هر کجا باشد
انرژی هم همانجاست. پس اگر شما مدام هوشیاریتان را به زندگی شناخته شده خودتان معطوف کنید، آنگاه انرژی شما در همان زندگی آشنا قرار خواهد گرفت. اما اگر انرژیتان را به میدان ناشناخته امکانها که در ورای مکان و زمان است معطوف کنید و به آگاهی تبدیل شوید، آنگاه می توانید تجربه جدیدی را به سمت خودتان جذب کنید.